سلام شوالدار عزیز، به درس امروزی ما خوش آمدید. امید که تمامتان دارای صحت کامل باشید. مضمون ما دری است و درس گذشته ما چی بود؟ درس گذشته ما درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود که متن درس حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را خواندیم و شناختیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کی بودند، چه قسمی شخصیت داشتند، تمامش یاد گرفتیم و کارخانگی هم دادم. انشاءالله که اونم انجام داده باشین. و درس نهم ما درس چهارم است که امروز می‌خوانیم. عنوان درس ما علم است. علم چیست؟ علم به معنای دانش است. علم چیزی است که ما با فرا گرفتن آن میتونیم که یک آینده درخشان داشته باشیم. هدف درس امروز ما چیست؟ شاگردان متن را بخوانند، بنویسند، ارزش علم را بدانند و از ترکیب حرف ها، کلمه ها، کلمه ساخته بتوانند. خب بسم الله الرحمن الرحیم، برام خداوند آغاز میکنیم درس ما را. علم اینجا چند پرسش داریم که پرسش ها: ما چرا درس میخوانیم؟ ما چرا درس میخوانیم؟ به خاطر که یک آینده درخشان داشته باشیم و بتوانیم که مستر خدمت به جامعه و کشور ما شده بتوانیم. سوال دوم: خداوند جل جلاله یاد گرفتن علم را برای کی فرض گردانیده است؟ خداوند جل جلاله یاد گرفتن علم را برای مرد و زن فرض گردانیده است. متن درس ما را آغاز میکنیم. علم دانش را میگویند. علم دانش را میگویند. هر کس زیاد درس بخواند و علم بیاموزد دانا میشود. هر کس زیاد درس بخواند و علم بیاموزد دانا میشود. آدم عالم زندگی خود را به خوبی پیش میبرد و به دیگر مردم کمک میکند. آموختن علم بر مرد و زن فرض است. دوباره تکرار میکنم: علم دانش را میگویند. علم دانش را میگویند. هر کس زیاد درس بخواند و علم بیاموزد دانا می شود. هر کس زیاد درس بخواند و علم بیاموزد دانا می شود. آدم عالم زندگی خود را به خوبی پیش می برد. آدم عالم زندگی خود را به خوبی پیش می برد و به دیگر مردم کمک می کند. و به دیگر مردم کمک میکند. آموختن علم به مرد و زن فرض است. آموختن علم به مرد و زن فرض است. خب شاگردان عزیز، این بود متن درس. حالا لغات که در پایین کتاب وجود داره او را میخوانم. معنای لغت ها: اول بیاموزد یاد بگیرد. بیاموزد یاد بگیرد. دوم دانا هوشیار. دانا هوشیار. سوم فرض لازم. فرض لازم. تکرار میکنم: بیاموزد به معنای یاد بگیرد. بیاموزد یاد بگیرد. دانا به معنای هوشیار. دانا به معنای هوشیار. فرض به معنای لازم. فرض لازم. خب شاگردان عزیز، درس خواندیم، لغات هم خواندیم و فعالیت شاگردان ببینیم که شما چی فعالیت دارید. فعالیت شاگردان: شاگردان عزیز، از حرف‌های داخل چوکات برای تخته کلمه بسازید. خب روی تخته کلمه ساخته نمیتونید، کلمات ببینید و بخونید. در پایین کارخانگی داده است و نه کلمات بخوانین و در نزد کتاب هایتان با پنسل بنویسید. مثلا عین لا میم چی میشه؟ علم. در این طرف علم نشه کنین. دال ر سین چی میشه؟ درس. دوم درس نشه کنین. میم ر دال میم چی میشه؟ مردم. مردم نشه کنین. و گروه ها تصمیم شد کلمه های کارخانگی تان ببینین. شاگردان عزیز، گفته که شاگردان عزیز، کلمه های عالم، آموختن، درس و مردم را در کتابچه های خود بنویسید. کلمه های عالم، آموختن، درس و مردم را در کتابچه های خود بنویسید. و یک کارخانگی دیگه هم داریم که
متن درس بخونید و در کتابچه‌هایتان بنویسید، اون رو میبینم بخیر انشالله. و لغتی که در اینجا است یک کتابچه لغت جور کنید، درس های گذشته که لغت دادم اونا رو هم نشته کنید، اینا رو هم نشته کنید، تمام شد. هر روز که درس میخوانیم لغت چه یادی کنید و بنویسید و متن درس هم نشته کنید. خوب شبه من عزیز، این بود درس امروزی ما، امید که یاد گرفته باشین و کوشش کنین که یاد بگیرین، وقتان هدر ندین، کارخانگیتان انجام بدین. امید که درس یاد گرفته باشین، وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدارتان.